اصلا جا داره از این عکس بگم که دو روز پیش پرویز پرستویی منتشر کرد و حسابی وایرال شده. مرداد فرید هم در اعتراض به ممنوعیت دوچرخه سواری گفته حالا که دوچرخه سواری بانوان ممنوعه، چهارچرخه بازی که دیگه اشکالی نداره. دیروز از ترک کردن سیگار افسانه چهره آزاد بهتون گفتم. چیزی که الان میخوام بهتون بگم کمپین ترک سیگاره. بهنوش بختیاری یه سری راه حل برای ترک کردن افراد سیگاری داشته. افسانه چهره آزاد دوست عزیز من یه کمپینی رو انداخته به نام کمپین ترک سیگار که به نظر من جالب اومد. فکر کنم که موضوع از این قراره که شما اگر سیگاری هستید اول علت و انگیزه سیگار رو ترک سیگار رو بنویسین که قشنگ بدونی میخوای سیگار رو ترک کنی. دومی کاری که باید بکنی زمان و مکان کشیدن سیگار رو عوض کنی. مثلا اگر بعد از چای یا مثلا قهوه‌تون سیگار میکشید دیگه اونو اون کار نکنی، یا مثلا میری تو بالکن خونه یه جایی میشینی سیگار دود میکنی نری تو بالکن. البته میگن هفته اول اشکال نداره، حالا هرچی میخواین سیگار بکشین، من نمیدونم، افسانه میگه. ولی دوستی میگفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، بعد از سیگار یه چایی، بعد از چایی یه سیگار. اما ما میدونیم که تمام کشورهای پیشرفته دنیا دارن میرن به سمت اینکه سیگار نکشن آدما. موضوع خیلی جدیه و واقعا سلامتی رو. امروز تولد 42 سالگی مهناز افشاره. مهناز با اینکه خارج از کشوره از همه طرفداراش برای تبریکاشون تشکر کرده. خیلی تشکر میکنم از همه پیغام های دوستا، همکارا، همه شما. خیلی من خوشبختم که شماها رو دارم. گفتم که کوتاه موقع بعد گفتم که ازتون یه تشکری بکنم، بگم خیلی ممنون، پیغامای شما من خیلی خوشحال کرد و من خیلی خوشبختم که همه این سالها شما رو دارم. از راه دور همتون رو میبوسم. تا بعد. اکران خصوصی فیلم سامورایی در برلین با حضور سلبریتی ها در باغ کتاب برگزار شد. امیر مهدی جوله هم با همسرش تو این اکران حضور داشت. جاستین بیبر تام کروز رو به مبارزه در UFC دعوت کرده. این دعوت رو هم از طریق توییترش انجام داده و گفته اگر این چالش رو قبول نکنی معنیش اینه که میترسی از من. بعد از این توییت هم مک‌گرگر واکنششون داده و گفته اگر تام کروز یک مرد واقعی باشه مثل فیلمهاش بیاد و مبارزه کنه، اون حاضر مسابقه رو با اجرا بذاره. برمیگردیم با ادامه برنامه با سهرانت.